بیاییم با همدیگه علت زرد شدن برگای قدیمی یا پایینی این دیفن ها رو پیدا کنیم و یاد بگیریم که اینجور مواقع چه اقداماتی باید برای نجات گیاهمون انجام بدیم اول از همه باید سرگذشت گیاهمون رو بررسی کنیم کجا نگهداری می شده؟ توی اون مکان رطوبت تهویه و نور به چه صورت بوده آخرین بار کی تعویز گلدون شده و الان سایز گلدونش مناسبه یا نه بیش از حد بزرگه آبیاری چی منظم بوده یا نه کودهی انجام می شده یا تنها منبع تغذیه یا خاک بوده این دیفن با ما اول توی خونه بود اونجا شاید براش خیلی خوب بود نور خوبی دریافت می کرد ولی ما آوردمش توی دفتر چون میخواستیم اینجا ازش نگهداری بکنیم ولی چون این قسمت پشت سر من که می بینید اون موقع جای کافی برای اون دیفن با نبود گذاشتیمش اون سمت که فقط پرژکتور بالای سرش بود و انعکاس لامپ روش بهش میخورد یعنی نور آنچنانی دریافت نمیکرد سایت بلونش نسبت به موقعی که عوض کردیم خوب بود آبیاریش براش منظم بود کودهی انجام نمی شود. ولی تحویهش خیلی پایین بود تهویه محیط براش به خاطر اینکه خب زمستون بود بالاخره هوا سرد بود ما نمیتونستیم که در پنجره ها رو باز بذاریم از طرفی موقع اجرا به خاطر اینکه سر و صدا نیاد مجبور بودیم در پنجره ها رو کامل ببندیم این شد که برگاش دونه دونه شروع کردن به زرد شدن و ما تصمیم گرفتیم که دوباره برش کردونیم به خونه تا اینکه بتونیم شرایط دفتر رو بهبود بدیم و فصل عوض بشه و حالا تهویه بالا بره این آخریام قبل از اینکه بخوایم انتقالش بدیم متوجه شدیم که کرم خاکی هم توی خاکش هست از طرف مواد مغذی توی خاکش هم تمام شده بود و به خاطر فضولات کرم خاکی توی گلدون که حالت چسبندگی ایجاد میکرد خاکم خیس میموند و خلاص از اون بر ما هم قورپاشی نکردیم رطوبتش هم پایین اومد همه این عوامل دست به دست هم دیگه داد تا گیاه ما مشکل زرد شدن برگ رو پیدا کنه هر سه تا برگ جدیدی که میداد یه برگ از پایین زرد میشد و میریخت گیاهمون داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و سعی میکرد که از انرژی باقی مونده توی برگهای خودش استفاده بکنه و زنده بمونه و حتی رشد بکنه خب ما چیکار انجام دادیم براش تصمیم گرفتیم که وضعیت ریشه ها رو اول بررسی کنیم از توی گلدون درش آوردیم با تکون دادن گیاه تمام خاک های دور ریشه رو خالی کردیم اونجا دیدیم که نیاز به تعویض گلدون داره اولا که خاکش مواد مغزش تمام شده بود و کرم خاکی هم که خب دیده بودیم قبلا میدونستیم توی خاکش هست خواستیم که توی گردون جدید بکاریم با یه خاک سبک ولی چون گیاه سنگینی میکرد، وای میساد، از طرفی ساغش هم لخت شده بود همونجا تصمیم بر این شد که تکثیرش هم بکنیم چون روش تکثیر رو قبلا براتون گذاشتیم و آموزش دادیم دیگه اینجا توضیحات خاصی نمیدم ولی مراحلش رو براتون میذارم که لذت ببرید قبل از اینکه بریم ویدیوی تکثیر دیفن رو براتون بذاریم ازتون میخوام اگر تا اینجا ویدئو رو دوست داشتین لایکش کنید و یه استیکر برامون کامنت بذارید با این کارتون ازمون حمایت میکنید و باعث میشید که افراد بیشتری یاد بگیرن توی این مواقع چطور دیفنشون رو درمان کنن خب حالا بریم ویدیوی تکثیر رو ببینیم و اگر نکته ای بود همونجا بهتون میگم اول ساغر رو به قلمه های 10 سانتی تقسیم کردیم و یه مقدار ساغر برای گیاه گذاشتیم بمونه بعد قلمه ها رو توی محیط سایه و خنکتر قرار دادیم تا پینه ببنده قسمت پایینی که ریشه داشت رو هم تقسیم بر رسه کردیم که توی گلدون به راحتی جا بشه بعدش رفتیم سر وقت ترکیب و سر کشتمون که شامل پرلیت و کوکوپیت و لیکا به اندازه مساوی ما گلدون سایز 14 رو برای قلمه های که ریشه داشتن انتخاب کردیم و کف گلدونه اونها رو هم برای زهکشی بهتر لیکا ریختیم و بعد داخل گلدون ها کاشتیمشون رو برای اینکه ترکیب خاکمون همه جای ریشه رو فرا بگیره بعد از ریختن خاک روی قلمه ها چند تا ضربه به گلدون زدیم و این کار رو برای همه اونها انجام دادیم ما داخل حیات این کار رو انجام داده بودیم و حدودا پنج ساعتی گذشت و به خاطر اینکه نور و اندازه کافی نبود اومدیم داخل خونه سروتر قلمه هم که به خوبی زخمشون بسته شد و پینه بست بعد رفتیم سراغ قسمت بالایی گیاه و یه تعداد از برک هم که زخمی شده بود و انرژی گیاه برای ریشه زدن رو میگرفت برش دادیم و جدا کردیم و فقط سه تا برگ رو نگه داشتیم گلدونی که برای قسمت بالای گیاه که برگ داشت انتخاب کرده بودیم یه مقدار سوراخهای زهکشش کوچیک بود برای همین با چاقو بزرگترشون کردیم شما هم به این نکته دقت کنین و اگه گلدونتون سوراخ زکش نداره یا کوچیکه اصلاحش کنیم بعد کف گلدون رو برای زهکشی بهتر لیکا ریختیم و گیاه رو مرکز گلدون گذاشتیم و کاشتیمش و کشتمون رو هم دورش ریختیم دفعه پیش ما قلمه های بدون ریشه رو به صورت عمودی کاشته بودیم اما این سری به صورت افقی گذاشته مشون تا ببینیم چه اتفاقی میفته و چه فرقی با اون مدل داره نتیجه رو هم حتما بعدا توی یه ویدیو بهتون نشون میدیم در آخر هم رطوبت رسانی به قلمه ها رو به هیچ عنوان یادتون نره چون بسره که سبکه برای زمان آبیاری به وزن گلدون توجه کنین و اجازه ندین خاک خشک خشک بشه ممنون از اینکه توی این ویدیو هم با ما همراه بودین یا همون داشت با مرگ دست و پنجه نرم میکرد و سعی میکرد که از انرژی مگس طول اومد تو خاطر اینجوری میشه